أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. آیه 123 سوره نساء. لیس بأمانیکم ولا امانی اهل الكتاب، نیست به آرزوهای شما و نه هم به آرزوهای اهل کتاب، یعنی حق در آرزوهای شما و حق در آرزوهای اهل کتاب نیست. شما نمیتونیم به طریقه آرزوی خود شما بگیم که ما به حق میرسیم یا به جنت از ما هست. اصل مسئله ای است، اصل مسئله من یعمل سوء یجز به، کسی که عمل انجام بدهد، کسی که انجام بدهد سوء گناهی را، یجز به جزا داده می شود به آن، ولا یجد له من دون الله ولی ولا نصیرا، و نمی یابد برای خود به غیر از الله هیچ ولی را، هیچ دوستی را و هیچ نصرت دهنده را. خب امانی نمیشود به آرزو، گناه کردی باز نمیشه که آرزوهایت هم بلند باشد. هم گناه میکنی و هم آرزوهایت هم بلند است، هم کفر میکنی و هم آرزوهایت هم بلند است، مثل مشرکین یا مثل یهودی ها و نصرانی ها. به رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان نمی آوردن، خب لیکن جنت هم از خود میدانستن، کلا جنت هم از ما است. نحن ابناء الله و احباؤه، این ما فرزندان خدا هستیم. چی که پس به این آرزو انسان به جنت نمی رود، به عمل به جنت می رود. و من یعمل من الصالحات من ذکر او انسا، کسی که انجام بدهد صالح را، یعنی عمل صالح را، چه مذکر باشد چه مؤنث باشد، و هو مؤمن در حالی که ایماندار باشد، فاولئک یدخلون الجنه ولا یظلمون نقیرا، اینها داخل می شوند در جنت و ظلم نمی گردند نقیرا. به اندازه امون نقطه ای که در بالای خرما، خسته خرما قرار دارد، یعنی به اندازه یک نقطه ای هم، به اندازه یک نقطه که خوردی هم ظلم نمی شوند. ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله، چه کسی است بهتر به اعتبار دین، دین چه کسی بهتر است از او کسی که اسلم وجهه لله، تسلیم کند خود را به الله متعال، تسلیم کند ذات خود را به الله متعال، و هو محسن در حالی که او نیکوکار باشد، یعنی عمل صالح هم انجام بدهد، خود را به الله هم تسلیم کند، یعنی مسلمان شود، و اتبع ملت ابراهیم حنیفا، و مطابقت کند از ملت ابراهیمی که حنیفا بود یک سو، حقگرا، حنیفا حقگرا، حنیفا یک سو، یعنی موحد به سوی الله. و اتخذ الله ابراهیم خلیلا، و گرفت الله متعال ابراهیم را خلیل و دوست. اینجا اشاره به طرف ای هست که از مسلمان و از دین اسلام دیگه دین بهتر، دیگه دین بالاتر پیدا نمی شود، نمی شود. ای همو ملت است، ای همو دین است که فرد خود را هم تسلیم خدا می کند، یک در اسلام چنین است، و هم و هو محسنون، احسان یعنی عمل انجام می دهد، بی عمل نیست، به مانند ادیان دیگر نیست که عمل دو نباشد، خلاص یک سلسله شعارهای باشد، اشعار باشد، خواندنها باشد، یک چیزای مسخره بازی، این چنین نیست که باشد، عمل هم هست. و این همین مطابقت ملت ابراهیمی، یعنی همون کیش ابراهیمی هم همین است. پس کلش ده همیست، هر کسی که همین را قبول کرد ده همین داخل شد حق است، کسی که داخل نشد نیست در حق. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإذ آن الله أنت كدر آسمانها وزمينس، وكان الله بكل شيء محيطا، وهس الله بهر چيز إحاطة كنند. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن
و سوال میکنن از تو ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم، استفتون کنن، استفتاء میکنن، طلب فتوا میکنن. طلب فتوا یعنی طلب معلومات، طلب معلومات، طلب اخبار، از تو معلومات و خبر میخواهند. چی فی النساء در مورد زنان؟ یعنی صحابه گویا که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم باز هم دیگه هم معلومات خواسته بودن که زندگی ما با اینها چطور باشد، یا یکان مشکلات که در بعضی فامیل ها، خصوصا فامیل هایی که دو فامیله بودن، سه بودن، چهار بودن، مثلا چهار زن داشتن، مشکلات که ایجاد می شد، تشویش داشتن، آمدن در نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم، بیشتر طلب هدایت شدن که ما همین زندگی خود را چگونه بگذرانیم که دیگه الله از ما ناراض نشوه، ما با گناه گرفتار نشویم. این ما این سلسله که پارم داریم، این آیه در مورد اونها است. و آیات خیلی برای ما و شما، همین کسانی که خانواده دار هستند، خانواده دارند، و برای مسلمانانی که صدای ما را از طریق تلویزیون میشنوند، برای اینها، برای کسانی که از طریق فیسبوک ما را میبینند، اینها این آیات هایی که چند آیاتی که حالا ترجمه میکنیم خیلی مهم است، خیلی مهم. و در حقیقت راه های درست زندگی کردن را، بهتر زندگی کردن را می آموزاند و حتی راه بیرون رفت را هم این آیت ها مشخص می کند. می فرماید که ویستفتون که فی النساء، از تو طلب فتوا می کنند در مورد زنان. قل الله یفتیکم فیهن، بگو الله فتوا می دهد شد برای شما، یا خبر میدهد شما را، فیهن در مورد این زنان. و ما یطلع علیکم فی الکتاب، اینه ما یطلع علیکم اطفس بر الله، یعنی تو میشه قل بگو، ما یطلع علیکم آنچه که خوانده میشود بر شما، فی الکتاب در کتاب، فتوای الله هست، یعنی ای امو اخبار الله هست که به شما داده است، در کتاب شما را خبر داده است. و ما یطلع علیکم فی الکتاب، آنچه که خوانده می شود بر شما در کتاب، فی یتام النساء اللاتی، در او زنان یتیمه، دختران یتیمه که، لا تؤتونهن ما کتب لهن، نمی دهید به ایشان آنچه که به ایشان فرض قرار داده شده است، یعنی مهر آنها را نمی دهید. یکی خویی شد، اول قرآن مجید آیه مبارکه اول اشاره کرد به آن آیاتی که قبلا ما و شما خواندیم، نه و ان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. یکی خو اونجا موضوع بیان شد که اگر شما در او دخت زنی، او دختری که یتیم است و در تحت سرپرستی شما قرار دارد و میخواهید او را ازدواج کنید و اما مهرش را نمیدهید، ظلم میکنید، ایرا نکنید، این چنین کارها را نکنید، بروید زن دیگه، زن آزاد، زن دیگه بگیرید غیر از یتیمه، یک بگیرید، دو بگیرید، سی بگیرید، چهار بگیرید، خود ظلم سر یتیمه ننمایید. یک خوب بو اشاره کرد و ما یطلع علیکم فی الکتاب فی یتام النساء اللاتی لا تؤتونهن ما کتب لهن و ترغبون ان تنکحوهن، و رغبت دارید که اونها را نکاح بکنید. خو یکی بو برگردید، یک والمستضعفين من الولدان، والمستضعفين من الولدان اطفس بر یتام النساء، ایتا میشه فی یتام النساء و فی المستضعفین من الولدان. آنچه که در قرآن به شما خوانده میگردد در مورد یتیمها و در مورد اطفال ضعیف و المستضعفین، یعنی اطفالی که ضعیف هستند، من الولدان از فرزندان. یم خوامد یوسیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، موضوعات بیان شد که برای فرزندان خورد هستند، ضعیف هستند، حق برایشان داده شود، کلانها خورده حقشان، یم بیان شد. یعنی گویا که یک موضوع دیگه ای از چیزایی که الله به شما فتوا داد و فتوای الله به شما صادر کردید و معلوم کردید، او را هم بیاد بیاورید. وان تقوموا لليتامى بالقسط، وان كي شما استاده شوید در مورد یتیم ها به انصاف. آیاتی که در مورد انصاف کردن و عدالت در مورد یتیم ها آمد که ولا تاكلوا اموالكم بينكم ولا تاكلوا مال اليتيم
الا بالتی هی احسن، یا آیت های دیگه ای که کسی که مال یتیم را میخورد گویا که آتش را میخورد و موضوعات دیگه، اونها هم بیان شد برای شما. و ما تفعلوا من خیر فان الله کان به علیما، آنچه که شما انجام میدهید از خیر الله به آن عالم است. حالا گفت کجاست این سلسله؟ تا اینجا خو آیت گفت که اینها از تو سوال دیگه معلومات میخواهند درباره زنان. آیات قرآن مجید ای آیات اشاره به طرف او معلومات سابقه خو کرد، یکی خو او فتوا را خدا به شما داد، معلومات به شما داد در مورد یتیمه ها، در مورد مثلا زنان، در مورد بخی انصاف عدالت اونها گفته شد. موضوع دیگه ای که حالا آیات اضافه تر می کند جدید، این معلومات جدید را برای بندگان خود الله می دهد و هدایت جدید ای هست. و این امرأة خافت من بعلها نشوزا، اگر زنی می ترسید من بعلها، و این امرأة خافت زنی، اگر زنی می ترسید من بعلها از شوهر خود، نشوزا سرکشی را، معنای نشوز را با قبلا هم خوندیم، نشوز همون که یعنی بی بندباری کند، بی توجهی کند، اگر از طرف زن باشد بدون از اجازه بیرون شود، کسی را به خانه بخواهد بدون از رضایت شوهر خود، مال او را ضایع کند، به طور مثال، یعنی اونها را شامل است. اینجا بس نشوزی که از طرف مرد باشد، سرکشی هایی که مرد دبا در برابر زن می کند، او اعرادن یا روگردانیدن. یک زن میترسد که همی شوهر از من اعراض دارد، یعنی از من روگردان است، من را دوست ندارد، با من هم بستر نمی شود، احتمالی می رود که بین ما جدایی و طلاق بیاید، نشوز و سرکشی دارد با من. خب چی کنن؟ آیت اینجا چی هدایت دارد؟ در صورتی که زن باز تشویش داشت برای مرد، خب قبلا بیان شد اگر مرد نشوز زن را دید، سه موضوع رو شما گفتیم نه؟ فعیدوهن و حجروهن فی المضاجع و ضربوهن، روش هایی بود که قرآن تقدیم کرد. حالا اگر زن شوهر را چنین یافت باز چه کند؟ می فرماید فلا جناح علیهما ان یصلحا بینهما صلحا، نیست گناهی بر این دو، ایصلحا بینهما صلحا، اینکه صلح بیاورن در بین خود، به صلح آوردنی یعنی اینکه این زن اقدام کند به نحوی که با این شوهر صلح شود و این شوهر از مثلا از سرکشی و از اعراض دور شود، به این توجه داشته باشد. حالا به صلح اشاره میکنیم. به اینجا خود در شرحش مفسرین میگن یکی از جمله راه های صلح همی است که زن مثلا بگه نفقهی که تا حالا از تو طلب میکردم و اندازه مصرفی که تا حالا میکردی همون را نمیخوایم از دو قدرشه، یعنی من کم میکنم، من قناعت دارم، من کمتر قناعت دارم، بیا موتون زندگی خود را به هم نذاریم، خرابش نکنین. یعنی آنقدر زیادم اگر نمیتوانی یا بخی میتوانی هم مصرف در سرم نمیکنی، هرچی که من میخوایم او برای من نمیخری، کالاهایی که من طلب میکنم نمیگیری، مثلا امسال خیر است، من از اینو پایان آمدم، یعنی من پایان آمدم به خاطری که موت و زندگی ما به هم نخورد و خراب نشود. یک راهیش است. یک راه دیگهشی است که مثلا که از جمله صلح ای بگوید که او استمتاع، یعنی او بهرمندی که ما از تو طلبگار هستم، از تو میخوایم که باید با ما داشته باشی، یعنی او هم بستری که با من داشته باشی، خیر است، اگر نمیخوای کمش کن، اگر نمیخوای من پایان تر، یعنی من قبول کردم او استمتاع را که تو نمیخوای برای من نگیر از من، یعنی مزور به سر تو اجبار ندارم، جنگ به امرای تو ندارم، جنجال امرا، خصوصا که اگر دو زن باشن یا سه زن باشن مثلا، نه یا تا بیشتر او تو خانواده شامل است که جنجال زیاد است. پس بنابراین یکی میاید در نزد شوهر میگه ببین بیخی امی حق بهرمندی همبستری که من در بارایت دارم، من از او در گذشتم، خو زندگی ما را به هم نزن، مرا طلاق نده و از مرا از اولادم دور نکن، من اصلا در این خانواده با شما زندگی میکنم. یک راهش حتی شان و نزول شمی است، شان و نزول شمی است که یکی از ازواج مطهرات جناب رسول الله
صلى الله عليه وسلم بنام سوداء سوداء بنت زمعه يك از زوج متحرات است اي سنش هم زياد شده بود و مثل اي كه موضوع ده بين از و بين رسول الله صلى الله عليه وسلم رخ داده بود الله اعلم كه چه بوده باشد احساس كرد كه رسول خدا صلى الله عليه وسلم ميخواهد طلاقش بدهد میخواهد از او جدا شود. او سؤالی که او برادر کرده بود او خواهر کی بود که پیغمبر خدا زنا را میگرفت و طلاق میداد اشتباه است. پیغمبر خدا طلاق نداد. یکی از جمله زنانی که قریب شد که رسول خدا یعنی علاماتش معلوم شد که او را میخواهد طلاق بدهد همی یک مورد بود و ایران طلاق نداد. خود زن چی سوده ام المؤمنین رضی الله عنها آمد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت یا رسول الله ببین امی حق ما که هر شبی که مثلا شبی که نوبت ما است حقی که ما دارم در مسئله خواب بیداری خواب شدن پیش ما یا هم بستر شدن با ما همی حق خود را میدم به عایشه صدیقه رضی الله عنها میفهمید که رسول خدا صلی الله علیه و سلم عایشه صدیقه را دوست دارد قلبا دوستش دارد پس من این حق خود را میدم برای او خود مرا طلاق نده من میخوام در می ازواج تو باشم ما میخوایم در روز قیامت یکی از ازواج مطهرات رسول الله صلی الله علیه و سلم حساب شوم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم قبول کرد. حدیث میاد که امسکنی فی نسائک مرا نگه دار در زنان خود مرا طلاق نده ولا تقسم لی و قد وهبت یومی لعایشه. خب بنابراین صلح آمد یعنی ببینید از طرف زن امودر یک چیزی تقدیم شد که شوهر دیگه گفت پس صحیح است پس درست است ما تو دیگه هستیم طلاق هم نداد یعنی یکی از جمله راه ها میتونه صلح همی باشد و راه های دیگه گوناگونی که زنی که دید که شوهر کم کم به طرف جدایی میرود و نشوز است و اعراض است از رو گردانیده است و نمیخواد که از اولاد خود دور شود نمیخواد که بی سرپرست شود اونجا به خانهش بیفتد کسی خانه دارد ندارد کسی را از او سرپرستی میکند نمیکند خب پس بیاید قرآن میگه یک راه صلح را پیش کن و او راه صلح و هم دیگر زندگی کنید و الصلح خیر سبحان الله میگه الله میگه صلح هم بهتر است امی صلح کنین راه صلح در بین خود انتخاب کنین این بهترم هست و احضرت الانفس الشح اینجا خیلی مهم است همین جمله را جمله معنا یاد دارد فقط به شما یک گوشه هایش اشاره می کنم معنای اول معنای جمله چنین است و احضرت الانفس الشح و حاضر کرده شدن نفس ها به خودخواهی یا به عبارت معنای دیگر بخالت یعنی نفس ها همینطور فطرتا در اونها بخالت و خودخواهی قرار دارد علما در مورد در معنای شح میگن که در اینجا شحه میگن هو الا يسمح الانسان لغيره بشيء من حدود نفسه شح همی است خودخواهی همی است بخالت همی است که انسان اجازه ندهد به دیگری که آنچه که از جمله امو حقوق یا مربوطات نفسش میشود او دیگر بگیرد از او دیگر از کسب کند همین میگن شح همین میگن بخل حتی پیسه هم کسی میگن بخیل همی است دیگه بخیل همو است که از این پیسه ای که ای دارد یعنی از نفس از این است نمیخواد که دیگه کسی بگیره نمیخواد که به دیگه کسی انفاق کنه میخواد که پیش خودش باشد این شوح عام است در خیلی چیزا میآید یعنی بخل تنها در پیسه نیست برادر بخل در هر چیزی میآید در هر چیزی که تو میخواهی که این از جمله چیزای از خودت باشد و کسی دیگه شریک نشود حالا گفت کجاست قرآن مجید به اینجا یک اشاره دارد که اگر میخواهید صلح بیاورید از امی چیزهایی که نفس شما میخواهد و آنچه که خودخواهی های نفس شما است یک کمی از این پایان بیایید یک کم اینها را کنار بگذارید بنابراین اگر کنار گذاشتی صلح می آید و اگر کنار نگذاشتی صلح نمی آید من توصیه ما به کسانی که مثلا در خانه خود جنجال دارن با شوهرای خود و این در افغانستان ما شما خیلی زیاد است و خصوصا فامیلایی که مثلا باز دو فامیله و سه فامیله هستن اونا که زیاد است یعنی امی توصیه قرآنی از این توصیه بالاتر دیگه نیست میگوید که یک کم ذره از اون چیزهای خودخواهی هایی که در دلت هست پایان تر بیا یک کم پایان بیار مشکل حل میشه امروز مثلا زن خود طبیعتش همی هست نیست زنها حتی مردها در موردش زنها در موردش این زمان نمیخواه کمی شوهرش با کسی دیگه مثلا با مو هم باقش باشد
او را ایدر احساس میکنه که یک مصیبتی آمد است در سر من و این شوهر از من گرفته است و این زندگی را از من گرفته است و همه چیز از من گرفته است. بنابراین این نفسش یعنی نسبت به او هم باقش یک نوع چی داره، نه یک نوع بخل داره، یک نوع کشمکش ها دارد، احساس میکند که همه چیز را ازی گرفته است. ولی که رزق روزی را خدا میده دیگه، رزق روزی را الله میداد، ما تو رزق روزی نمیدیم، همه چیز دست الله هست. خب لیکن نفس ها چنین است، اگر قرار باشد که دیدی زندگیت به خرابی میروه و دیدی کم کم به طرف طلاق و جدا شدن از اولاد و اینا میروی، خیر برو پیش ورش بگو بخی همین حق من از او. به طور مثال این میشب شب خوابیدن با او، شب خوابیدن اگه پیش من میخوابی بخوای میخوای با من بستر بشو، میخوای نشو، من حق خودت دادم به فلانی، تو ببین چقدر صلح بیاید، تو ببینی شوهر چقدر طور دوست داشته باشد، نه که ببینی چقدر قربانی میده. به طور مثال نفقه خیر است، اگر مثلا جنجال به سر از اینکه غلامشون فلانی چی داره من ندارم، فلانی چی خریدی برایش به من نخریدی، کلاه از رو ببین، کلاه مرا ببین، جنجال به سر میگه پاسته، نه یک کم ذره اگر از موچی های درونی خود که کم بیاید زن که بگه خیر است خریدی برای از رو خریدی باز هر حق داشتی به من بخر، و من زن تو هستم، من مثلا مادر اولاد تو هستم. خب اینجا امی راه هایی هست که باز موافقه را می آورد و شوهر را بمی زنش مستحکم می کند و این را طلاق نمی دهد و جنجال ها زیاد نمی شود. این راه های قرآن است، می گوید اگر می خواهی این تو نمی شود که هم تمام چیزهایی که در دلت هست باید انجام بشود و خودخواهی های تو کلش هم جریان پیدا کند و با صلح هم باشد. این تو به این قسم خود صلح نمیشه دیگه، صلح همی است که یک کم ذره اتیها پایان بیایی. و چیزی مهمی دیگری که در این مورد است آیه بعدی است، یعنی جمله یا آیه بعدی بفرماید و احضرت الانفس الشح و ان تحسنوا و تتقوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. اگر شما احسان کنید و تقوا حاصل کنید فان الله كان بما تعملون خبيرا، و تحقیق که الله می باشد با آنچه که انجام می دهید با خبر. یعنی گویا به شوهرم می گوید که تو هم باز احسان، اگر تو از این زن کدام مهربانی را دیدی، کدام چیزی که علامت به صلح بود، خود تو هم باید برابرش احسان کنی دیگه. باید اینطور نباشد که باز تو دیگه کله خود رفته و رفته هرچی او پایان میه تو بالاتر میره، هرچی او خود پایان میزنه تواضع پیدا میکنه تو تکبرت زیاد میشود. خب این چنین هم باز درست نیست، باز یه باز اینجا این مرد ملامت میشود. در صورتی که زن یک چیزی را او لطف کرد، او مثلا پایان آمد از حقوق خود، از مثلا امتیازات خود، چیزی به خاطر صلح، پس تو هم باز دیگه امو احسان و نیکویی خود را تو داشته باش. ها بعدن میفرماید ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه. و شما نمیتوانید اینکه عدل کنید بین زنان، عدل یعنی به عدل کامل، در قولت هم عدل، در فعلت هم عدل، در تمام تصرفات عدل کامل نمیتوانید. الله میگه نمیتوانید و الله متعال از همی که انسان که نتواند او رو معاف کرده است، یعنی بنده مسلمان از این معاف کرده است که نتواند مکمل عدل کامل را ایجاد کند. ولو حرستون، اگرچه حریص هم باشید، یعنی اگرچه کوشش هم بکنید این نمیتوانید، که نمیتوانید پس ما لا یکلف الله نفسا الا وسعها، الله تکلیف نمی کند نفس را مگر به اندازه توانید. حالا توانید امو اندازه که توانید هست عدالت کن در بین دو زن است، اگر یک زن است، اگر دو زن است، اگر سه زن است، اما اندازه توانت را عدالت کن. باقی اگر باقی دیگه نتوانستی خدا تو را مؤاخذه نخواهد کرد. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که بین زنان خود قسمت میکرد، مثلا شبش طبعا قسمت بود و هر شب بیاد پیش یک آمدن، اگر به سفر میرفتن قرعه کشی میکرد هر کدام که در قرآن می آمد، اگر چیزی به خانه می آمد رسول خدا چیزی نداشتن دیگه، اما چیزی که داشتن مساویان تقسیم می کرد صلی الله علیه و سلم. بعدا دعا کرد گفت اللهم هذا قسمی فی مملک، ای خدا ای خامو قسمت من است که در اون چیزی که مالکش هستم، اون چیزی که من میتونم انجامش بدم، فلا تو آخذنی بما لا املک، خدایا مرا مؤاخذه نکن کاری که نمیتونم، کاری که دست من خارج است. یعنی اون چیزی که محبت، حتی به حدیث شر حدیث میاد، یعنی میله به قلبی، میلان قلبی من که اگر مثلا یک زن خود را بیشتر دوست دارم تو مرا مؤاخذه نکن، الله مؤاخذه اش نکن.
میلان خود دست انسان نیست، یعنی مثلا اون محبت درونی خود دست انسان نیست، او خارج است، او استطاعت انسان است. حتی به می خاطر است که در اسلام شب ماندن در پیش هر زن چی شده است؟ مقرر شده است که یه شب را اگر با این زن است، شب دیگه با زن دیگه، اما همبستری کردن تعیین واجب نشده است. یعنی که اگر تو با اون زن همبستری کردی، حتما باید نوبت دیگه با این زن باشد. نشده است. چرا؟ چون اون چیز قلبی است، یعنی میلان قلبی است. شاید تو با یکی میلان بیشتر داشته باشی و با اون اساس با اون همبستری هم بتانی بکنی، بیا که دیگه نتانی. الله تعالی رو به تو مؤاخذه نمی کند. تو همون چیزی که ظاهره که میتوانی همون رو مراعات بکن، باقی میلان قلبیت اگر به یک طرف دیگه بود و تو اختیار نداشتی، ان شاء الله مؤاخذه نخواهد بود. اینجا هم کمی رو میگوید، ها میگوید فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقه. ای طرف نکنید، فلا تمیلوا کل المیل، میلان نکنید به یک طرف تمام میلان رو. چگونه؟ فتذروها کالمعلقه، او زن دیگر رو بیخی معلق بگذارید ببین زمین و آسمان. نه شوهر داشته باشد، چون تو شوهرش نیستی یا عشق کردی، نه طلاق داده شده است جدا است که برای خود یک شوهر دیگه بگیرد. تو دیگه آمدی باز یک طرف را گرفت، یعنی یک زن را مثلا به همین تمام نشست و برخواست تو، خواب شدن تو، گرفتن آوردن قضای تو، رفتن سفر تو، چکر زدن تو، همه با امرای یکی هست، یکی دیگر رها کردی. قرآن میگه این کار را نکن، اینا درست است، اگر چنین کردی حرام است برای این. فلا تمیلوا کل المیل فتذروا کالمعلق، یک دیگر معلق به زمین آسمان بگذارید. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا. اگر شما صلح کنید و تقوا حاصل کنید، تقوا پیشه بگیرید، به تحقیق الله بخشنده و مهربان است. و اي تفرقا يغني الله كلا من سعته. آخرین رای حل، اگر بالفرض نشد، به صلح هم نشد، به حکم قرار دادن بین این خانواده و خانواده هم نشد، نشد دیگه، جور نیامدن، الله متعال میگه یک راه دیگه هم هست دیگه، او قدرم قیامت نیست، قدر سختگیری هم شما نکرد. یعنی این طورم نمیشه که تو زندگی نمیشه در آتش باشد صرف خاطر از اینکه والله طلاق ندم که یک وقت بعد است، ما خوب پشتون هستیم، در بین پشتونهایی بسیار بعد است چنین و چنان است، او بیچاره هم در عذاب، او را در عذاب قرار دادی، هیچ میلان هم بهش نداری، هیچ حقی هم بهش ادا نمی کنی. خلی که یک طرف دیگر میگی نه خلا باقا مثلان هستیم، یا تاجی کسی میا بیم مثلا هم دیگه بطور مثال می یک مثال گفتم طلاق دادم خود در بین ما بسیار بد است. نه الله مطور گفت اگر نمی شد دیگه بس خیر است، برین جدا شد، برین جدا شد. و این و ای تفرقا، از اگر اینا از هم دیگر جدا شوند، یغنی الله کلا من سعته، غنی میگرداند الله متعال، بی نیاز میگرداند هر کدام را، من سعتی از فراخی خود، الله فراخ از رحمت های او، مال از او، الله متعال خزانه هایش بایی هم میدهد، بایی هم میدهد. اگر دیدیم که نمیشود، آخرین رای حل همو است که از هم دیگر جدا شوید و یه اشکالی ندارد، اسلام اجازه داده شده است. و کان الله واسعا حکیما، و می باشد الله متعال وسیع المغفرت، یا وسیع در همه چیز، یعنی فراخ علم خدا، داد خدا، ملک خدا فراخ است. حکیما با حکمت، از این قانونی که برای شما قرار داده است در یه حکمت است، حتی دمی جدا شدن هم در صورت که دیگه امکانی نبود، دمی هم حکمت الله نهفته است. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، و از آن الله است آنچه که در آسمان ها و زمین است. ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم، بتحقیق ما توصیه کردیم آنانی که داده شدن کتاب قبل از شما، و ایاکم و شما را، ان اتقوا الله، ان که بترسید از الله، و ان تکفروا فان لله ما في السماوات و ما في الارض، اگر کفر بورزید از الله از آنچه که در آسمان ها و زمین است، یعنی از شما بینیاز است الله، کفر میکنید به خدا ضرر نمیرساند. و کان الله غنیا حمیدا، و می باشد الله متعال غنی و ستوده شده، هم غنی است الله بینیاز، و هم ستوده شده در زمین و آسمان ها الله است. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، از آن الله است آنچه که در آسمان ها و زمین است. و کفا بالله وکیلا، و کافی است به الله کارساز، کارساز بزرگ الله است،
به شما هم کارسازی میکند، به شرطی که تابع شریعت شوید و راههای شرعی را بسنجید کارسازی شما را هم میکند. ایش یذهبکم ایها الناس، اگر بخواهد میبرد شما را ای مردم، و یأتی بآخرین، و میآورد قوم دیگری را، میآورد نسل دیگری را، و کان الله على ذلك قدیرا، و میباشد الله متعال بر این قادر، یعنی قادر است که شما را ببرد و قوم دیگری را بیاورد، بر خدا سخت نیست. من کان یرید ثواب الدنیا فعند الله ثواب الدنیا والآخره، کسی که اراده دارد ثواب دنیا را، یعنی پاداش دنیا را، اجر دنیا را، یا زینت دنیا و مال دنیا را، فعند الله ثواب الدنیا والآخره، در نزد الله ثواب دنیا و آخرت. چی معنا؟ دو معنا کردن برایش مفسرین. یکی گفتن کسی که طلب، یا کسی که ثواب دنیا را میخواهد تنها دنیا را طلب نکند، تنها دنیا را طلب نکن، آخه الله دنیا مزو است، آخرت مزو است، دنیا را هم طلب کن، آخرت را هم طلب کن. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، اینطور کن، تنها دنیا چیست. ها بعضی دیگه تفسیر کردن که آیت میگه کسی که ثواب دنیا را میخواهد یا از الله بعید نیست طلب کند، الله میدهد، چرا که الله نتونه تنها دنیا از او است، بلکه دنیا و آخرت کلش از او است، میدهد از الله بخواهد، الله خزانه هایش کم نیست. این دعاهایی که مثلا میاد این برادران و خواهران که از ما شما طلب دعا میکنن، اگر الله لطفش به درس ما شود، اگر مهربانیش به می دعای ما شود، برای هر کسی هر چی که بخواهد بدهد، از ملک الله کم نمیشود، ثواب دنیا و آخرت در نزد الله است. و کان الله سمیعا بصیرا، و می باشد الله شنوا و بینا، هم الله سمیع است و هم بینا است. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، ای کسانی که ایمان آورده اید باشید قائمین به عدالت، قوامین یعنی همیشه همیشه قائم باشید و مستحکم باشید بالقسط به عدالت، شهدا لله، شاهدان باشید برای الله، برای الله یعنی بخاطر دین الله، بخاطر دین الله شهادت بدهید، اگر شهادت میدادید، ولو علی انفسکم، اگرچه بر نفس شما باشد، یعنی بر علیه خود شما باشد، او الوالدین، یا بر علیه پدر و مادرتان باشد، والاقربین، و نزدیکان باشند، یکن غنی، اگر باشد او کسی که بر او شهادت داده میشود غنی، او فقیرا یا فقیر، فالله اولا بهما، الله بالاتر است از این فقیر و غنی. یعنی توجهی نکنید که یکان وقت بگید فلانی غنی است، بس با شهادت امتر بگم که خودش خوش شوه، فلانی خوش شوه، الله خوش نشوه، خیر دو فکرش نباشه، نه، به خاطر غنای از اون کار نکن، حتی به خاطر فقرش هم نکن. یعنی اگر در صورت یک نفری که اون ملامت بود، شهادت بر علیه از او بود، یعنی او حق از او نبود، ناحق بود، پس تو نگو که اللهم ایمی که آدم که فقیر است خیر است، باز من شهادت ناحق میدم که مال غنی گرفته شو به داده شو، این فقیر است، این خود دلیل نشد، یه خود مطابقت هوا شد، چی فقیر است، چی غنی است، چی پدر است، چی مادر است، چی خودت هستی، الله از همه بالاتر است، الله از همه بالاتر است. فالله اولا بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، پس مطابقت نکنید از هوا و هوس خود، ان تعدلوا، اگر ایران مفعول لاجله بگیریم اینطور میشه که برای این که شما عدالت بیاورید، یعنی به نیت از اینکه من عدالت میآورم هوا و هواس را مطابقت نکن، ولی ما عدالت میخوایم بیارم، خب عدالت به چی طریق؟ از طریقی که دو خودم میخوایم، ولو که خلاف قرآن باشد، ما عدالت میخوایم بیخوایم، این عدالتی که میارن به ما حکام ما میآورن، اینا اعلان هم میکنن، خیلی خوش هم هستن که ما با افغانستان عدالت میارین، این عدالتی که تو میاری اگر مخالف قرآن هست، این عدالت نیست، این مطابقت هوا و حوس و شیطان و جبت و طاغوت می باشد. همو عدالتی به ما آورده شود که الله ما گفته است، همو عدالتی که شریعت ما گفته است، این عدالت بهتر است از عدالتی که به اساس هوا و حواس تو باشد، به گمان تو، به گمان تو، گمان میکنی خب من خوب کار میکنم، لیکن تو که از شریعت برآمدی خوب کار نمیکنی، بانکای مرا قرار دادی بانکای سودی، و تو گمان میکنی که من خوب خدمت کردم به این وطن، به طور مثال نه، من خواهم طریقه کار را انجام میدم که خب من خواهم اقتصاددان بسیار مشهور دنیا هستم، خب بنابرای خیر به این مردم میارم، این خیر به دنیا نیامد، به این ملت من خیر نیامد، خیر من در اون چیزی است که الله برای من تعیین کرده است، نه در چیزی دیگری. یک معنا، معنای دیگر است
فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا شما متابعت نکنید هوا و هوس را مخافت ان تعدلوا یا کراهت ان تعدلوا عن الحق بخاطر ترس از اینکه از حق بیرون نشوید هوا و هوس را متابعت نکنید ان تعدلوا به علت از اینکه خوف از اینکه از حق از جاده حق بیرون نشوید یعنی اگر شما متابعت حق کردید از جاده حق بیرون میشید اگر متابعت حق بفرشید اگر متابعت هوا و هوس کردید از جانب از جاده حق بیرون میشید ان تعدلوا به این معنا مقصود است که مخافت ان تعدلوا عن الحق از حق شما عدول کنید اینجا به معنای هم به معنای عدول میشه یعنی تجاوز و هم به معنای عدل میتونه بشه که عدالت باشد و این تلو او تاریدو اگر سخن را تحریف کنید تلو معنایش تحریف کردن به معنای تحریف آمده است اگر شما سخن را تحریف کنید او تاریدو یا بخی رو بگردانید هیچ شهادت ندهید شاهدم هستی حق را هم میفهمی یا دو کار بکنی یا اینکه بخی تغییر بدی تحریفش کنی یعنی شهادت را خراب بدی یک یا که بخی شهادت ندی اعراض کنی اعراض کنی شهادت را فإن الله کان بما تعملون خبیرا به تحقیق کمی باشد الله با آنچه که انجام میدهید با خبر الله با خبر است و میداند که تو تحریف کردی یا اعراض کردی یک معنای دیگه ایش هست من کوشش دارم برادرای گرامی و خواهرا کم شما این لفظ آیاتر بفهمین یعنی معنای آیاتر بفهمین این خیلی مهم است باز اگر تشریحات زیاد وقت هم نشود مهم همی است که همین معنا رو بفهمیم که این چی میگه یعنی آیات چی چطور ترجمه میشه چطور تفسیر میشه معنای دیگه ای تلو و توردو این طور هم گرفته شده است که از تلو گرفته شده است از تلو یعنی شما اگر شما شهادت را به ولایت خود بگیرید یعنی ولیتم اقامت الشهادت شما بیره به دوش خود بگیرید تلو اگر به این معنا بگیرید که شما شهادت را به دوش خود بردارید و شهادت بدهید او تورزو یا اعراض کنید و شهادت ندهید فإن الله کان بما تعملون خبیرا الله با آنچه که شما انجام میدهید با خبر است از کسی که واقعا شهادت را به دوش خود بر میدارد و انجامش میدهد از اون با خبر است ثواب میده بهش از کسی که از شهادت اعراض میکند یعنی شهادت نمیدهد از اون با خبر است جزایش میدهد به او پاداش میدهد به این جزای خیر میدهد برای ایمان هم شده است این یا ایها الذین آمنوا ای کسانی که ایمان آوردید آمنوا بالله و رسوله ایمان بیاورید به الله و رسولش و الکتاب الذی نزل علی رسوله و کتابی که نازل کرده است بر رسولش و الکتاب الذی انزل من قبل و کتابی که نازل گردانیده است یا کتابهایی که نازل گردانیده است قبل از این کتاب و من یکفر بالله کسی که کفر کند به الله و ملائکه‌های آن و کتابهای آن و رسولان و به روز آخرت فقد ضل ضلالا بعیدا به تحقیق که گمراه شده است به گمراهی بعیدی اگر خطاب به مؤمنین باشد یا ایها الذین آمنو آمنو خبی از مؤمنین ایمان آوردن اشاره به طریق است ایمان کامل بیاورید درست است که ایمان آوردید الله بازم طلب میکند که ایمان خود را ایمان کامل بنمایید یک معنا معنای دیگه یا ایها الذین آمنو باز اگر خطاب به مؤمنین باشد ایمان با دوام ایمان با استقامت ایمان همیشه‌ای بیاورید همیشه به ایمان خود مستحکم باشید یه میتونه باشد اگر یا ایها الذین آمنو خطاب برای غیر مسلمانان غیره اهل کتاب قرار بدیم میگه ای کسانی که ایمان آوردید به موسی ای کسانی که ایمان آوردید به عیسی پس آمینو ایمان بیاورید به کی؟ بالله و رسوله به الله و به پیغمبرش یعنی هر سه توجیه و هر سه معنا میتونه باشه ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا کسانی که ایمان آوردند باز کافر شدند باز ایمان آوردند باز کافر شدند باز زیاده کردند کفر خود را لم يكن الله ليغفر لهم نیست الله این که ببخشاید ایشان را ولا ليهديهم سبيلا و نه همین که هدایت کند آنها را به راهی به راه ان الذين امنوا ثم كفروا خیلی توجیه آسانش همی است که این در مورد منافقین است یعنی تا معنا جور شود نه
آمنو چی معناست؟ اول ایمان آوردن، باز کافر شدن، باز ایمان آوردن، باز کافر شدن، باز کفرشان زیاد شد. چه تو چگونه؟ یعنی آسان طریقه تفسیرش همی هست که این اشاره و منافقینی هست که اینها یک دفعه ایمان می آوردن، باز کافر می شدن. روز ایمان می آوردن، شب کافر می شدن. روز ایمان بیز رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اشهد ان لا اله الا الله شدن ظاهر دیگه یعنی؟ یا حتی گهگاه یا تو ما اول سوره بقره گفت شما باشه خواندیم که نور که برایشون معلوم میشه، نه مثال همون نوری که آورد که گهگاه حجت ها برایشون واضح میشه که بچه همی خواهق است، همی دین برحق است، این محمد برحق است. خوی یک لحظه ایمان می آوردن و پس می رسن کافر می شدن. پس همی ایمان آوردن و کافر شدن و ایمان آوردن و کافر شدن منافقین را می دید یک توجیه، همی توجیه مشهور همی است. و ایتر هم می شود که این اشاره به طرف آنان است که به محمد صلی الله علیه و سلم ایمان آوردن، باز مرتد شدن، باز بعدا دوباره پس ایمان آوردن، باز مرتد شدن. یعنی ایتر کسانی هم بودن، ایتر کسانی هم بودن که به رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان آوردن، مشرف ایمان شدن، اما باز مرتد شد. یک مدت مرتد بودن با پس ایمان آوردن، باز یک مدت ایمان داشتن پس رفتن مرتد شدن. آخر الله مطال گفت ثم ازدادوا کفرا، این ارتداد بعد از ارتدادشون زیاده در کفر است دیگه. فلن یغفر الله، لم یکن الله لیغفر لهم، خدا اینها را نمی بخشد دیگه، اینها بر بر دلشون مهر گذاشته شد. پس این میتونه باشد. و یک توجیهی که بعض از مفسرین کردن که مراد از این اهل کتاب است که اینا به حضرت موسی ایمان آورد، باز به حضرت عیسی کافر شدن، باز ایده به حضرت عیسی ایمان آوردن، باز به محمد صلی الله علیه و سلم کافر شدن. یعنی بنی اسرائیل خود یهود و نصارا همه شامل است، نه او به ایمان آوردن، به ای کافر شدن، باز یگانه به ای به ای به ای به عیسی ایمان آوردن، به محمد کافر شدن. اینا را میتونه خو آیت عام است، اما همو توجیه که درباره منافقین باشد آسانتر و مفهومتر میشود. بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، بشارت بده منافقین را به این که هست برایشان عذاب دردناکی. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، آنانی که میگیرن کافران را اولیاء دوستان، من دون المؤمنین بغیر از مؤمنین. ایبتغون عندهم العزه، آیا طلب میکنن در نزد کی؟ در نزد کفار. عندهم در نزد کفار، العزت عزت را، عزت را در نزد کفار طلب میکنن. فإن العزة لله جميعا، إنا اشتباه ميروانا، عزت در نزد الله جميعا، همه عزت، عزت دنیا و عزت آخرت همه در نزد الله هست. تو الله را رها نکن که دامن غرب را میگیری عزت برایت بدهد، الله را رها نکن که دامن کافر را میگیری که رفتی همراه کمونستان، رفتی همراه روسیه دوستی ایجاد کردی، او را در افغانستان خواستی برای کشتن مسلمانان حمایت کردی، دوستان روسیه ما چنان و چنین و چنان سابقه را یاد شما باشه، نه؟ متاسفانه حالا آدم حقیقت رو بگی باز یکان شهیدم به اونا گفت شهید فلانی، تو به خدا کده شهید فلانی چی جور میکنی؟ چی جور میکنی؟ سبحان الله چی بدبختی دهی وطن. شهید گفتن و شهید گفتن برای هر کس گفته نمیشود. حالا که تو که دامنه چی غرب را، چی شرق را، چی کافر را، چه هر کدام که باشد این رو میگیری، از این عزت میخوایی، این افغانستان هم اینطور میشود. این نتیجه شد، عزت داد بیخی به ما و تو روسیه عزت داد. چه عزت بزرگه، چی بدبختی که به وطن نیست. یا تو یک دیگه تو میرفتی دامن غرب میگیری چی عزت به وطن داد، عزت در اینها نیست. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه میگه ما قومی هستیم که خدا ما را به اسلام عزت داد، مهما ابتغین العزت فی غیره اذلنا الله، هر زمانی که عزت را در غیر دین خدا خواستیم خدا ما را ذلیل میکند. این ذلیل شدیم، این ذلیل شدیم، ذلت به سر تو آمد. بنابراین الله تعالی میگه نه، فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب، و تحقیق نازل شده است بر شما در کتاب، برای شما در کتاب. ان اذا سمعتم آیات الله، این که اگر شما میشنوید، ان یعنی اگر آن زمانی که، هنگامی که، لحظه ای، اذا سمعتم، آن هنگامی که بشنوید، ان این که، ان این که،
اذا سمعتم زمانی که میشنوید شنیدید آیات خدا را که چی میشود؟ یکفر و بها کفر میگردد با آیتهای الله و یستهزئ بها و تمسخر میگردد با آیتهای الله فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره پس ننشینید با ایشان تا فرو بروند در حدیث غیر آن در سخن غیر آن زمانی که تو در مجلس داخل شدی که در اون مجلس استهزاء مسخره است حالا مسخره بازی تمسخر است به چی تمسخر؟ بار دیگه چیزا را بگذار به دین به قرآن به شریعت به صحابه به ائمه بزرگ به علما به مسجد به جهاد به نمیفهمم به امثال به نماز اینا به اینو مسخره بازی شروع است دیگه در این صورت ننشین به این مجلس ننشین اگر نشستی به این مجلس چی میشود؟ اینکم اذا مثلهم و لحظه شما مثل اونها میشوید یه خب کفر است امام علی قاری هروی باز در کتابی دارد خیلی جالب است او امی چیهای تمسخره تمسخرهایی که مردم میکنن اینها را یک یاد میکنه که ای به یه انسان کافر میشوید به یه کافر میشوید اگر این شما بخوانین اگر این خوانده شود برای ما اینقدر یک تشویش کلانه یعنی به ایشان انسان ایجاد میشود که ما از جمله کسانی نباشم که کافر نشده باشم چرا که میگوید تنها کوچکترین یک نوع استخفاف با آنچه که از شریعت الله ثابت است که بشود کفر ایجاد میکنند خدا تو هم اگر به مجلسی شیستی که اونجا تمسخر در باره دین و شریعت است تو هم دیگه امرایشون نشسته استی ولو که نگوی اینکم ایدم مثل هم تو هم مثل منها میشوی یه خطرناک است بیرون شو از تر جان مجلسی ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا الله متعال جمع کننده است منافقین و کافران را در جهنم جمیعا همیشون را الذين يتربصون بكم آنانی که انتظار میکشند به شما فإن كان لكم فتح من الله اگر باشد برای شما فتحی از جانب الله قالوا ولم نكن معكم میگویند آیا نبودیم ما با شما یعنی ما با شما نبودیم بودیم ما با شما بودیم یعنی دیدین و برکت ما بود که شما فتح پیروزی حاصل کردید و إن كان للكافرين نصيب اگر باشد برای کافران نصیب یک حصه یعنی کافر دیگران اونا بر شما غالب شدن شما مغلوب شدید چی میگویند؟ قالو میگویند الم نستحوذ علیکم آیا ما تسلط نداشتیم بر شما ارگو با کفار میگویند و نمنعکم من المؤمنین و ما شما را منع نکردیم از مؤمنین اینها چی میگن؟ میگن ما خود داخل مسلمانان بودیم ما به شما تسلط هم میتونستیم داشته باشیم که یعنی شما را شکست بدیم لیکن این ما بودیم که از داخل شما را حمایت کردیم و این مسلمانان را یعنی به تزلزل در آوردیم تا شما به اینا پیروز شدیم او ما وقت چی میگن چی پنجم گروه پنجم یا ستون پنجم ما ستون پنجم بودیم ما در اونجا آمدیم ما شما در داخل کار به شما برابر کردیم که شما پیروز شدین یعنی همیتر منافق تنین است اگر مسلمان پیروز شد میگه یعنی ما با شما بودیم ما با شما اگر ما نمی بودیم شما کی پیروز می شدیم کافر پیروز شد باز برای کافر میگه اگر ما نمی بودیم شما کی پیروز می شدیم ما بود داخل کار کردیم دو داخل که کار کردیم شما پیروز شدیم و نمنعکم من المؤمنین نمی است که ما شما را حمایت کردیم و برابر این مؤمنین را باز داشتیم از اینکه بتوانن بر شما غالب شوند فالله يحكم بينهم بينكم يوم القيامة بس الله حكم يكند در بين شما در روز قیامت یعنی نفاق معلوم می شود ایمان معلوم می شود ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا و نمی گرداند الله متعال برای کافران بالای مسلمانان هیچ راهی را هیچ وقت کافر را الله بر مسلمان غالب برای دائم و همیشه نمی گرداند ها و تلک الایام نداولها بین الناس قبلا خواندیم که گهگاهی و اثر ضعف مسلمان اگر می آید شکستی هم و مسلمان اینیست دائمی به شرطی که مسلمانان برگردند ان المنافقین یخادعون الله و هو خادعهم به تحقیق که منافقان یخادعون الله فرید میدهند به گمان خود به زعم خود الله را و هو خادعهم و الله فرید دهنده است اینها را یعنی جزای فریب کاریشان را الله به اینها میدهد و اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا زمانی که استاده شوند به نماز میستن خیلی کسل به نماز سست
نماز که خب میاین به خاطر که مردم نگن که دیگه اینا غلطه نماز نمیخوانن، میاین اما نماز هیچ از دلشون نیست، از قلبشون نیست، به اخلاص به شوق نماز نمیخوانن به خاطر ریاست دیگه. نه این ریا که هست همونطور دل زده اعصابشون هم خراب که چی گپ پس هر روز نماز بخونن لازم او هم نمیان. اکثر وقت منافق میگه، منافق به نمازهای صبح، به نمازهای خفتن به مسجد رو نمیبینی، کم میبینی، چرا که سخت است. نه به نمازهایی که مردم ببینن، این طرف معلوم شود، کوچه هم معلوم شود، خب بالاخره یعنی تر هم به شوق نیست. یراؤون الناس، نشان میدهند به مردم یا کاری میکنن. ولا یذکرون الله الا قلیلا، یاد نمیکنن الله را مگر کمی. کل هم مغمشان دنیایشان و چلو فریبشان. مذبذبین بین ذلک، در میان هستند بین این، بین این چی معنا در میان هستند بین این، خودش توضیح میدهد. لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء، نی با مؤمنین هستند نی با کافر هستند، صفشان معلوم نیست، بین قرار دارند. و من یضلل الله فلن تجد له سبیلا، کسی که او را گمراه بسازد الله نمیابی برایش هیچ راهی را. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، نگیرید کافران را یاران دوستان، من دون المؤمنین بغیر از مؤمنین. اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، آیا میخواهیدین که بگردانید لله برای الله، عليكم بر علیه خودتان، سلطانا مبينا حجت و دلیل واضح و آشکاری. یعنی شما خودتان به روز قیامت چنان قرار میدهید که الله در پیش روی مردم شما را استاده کند و نشان بدهد که تو با کافر دوستی داشته باشی و دیگه اونجا تو هیچ حجتی نداشته باشی، هیچ دلیلی، حجت الله در بالای تو باشد که ای بنده، حالا که تو با این کافر دوستی کردی، با این هم دست بودی، برو به جهنم. تو دیگه چیزی گفته نمیتونی. آیا میگه میتر میخوای خودت میخوای امیر بگردانی؟ بس بگردان، بس دیگه سلطان الله و دلیل حجت الله را واضح در روز قیامت میبینی و تو نشان میده به همون دلیل، به اساس همون دلیل تو را مستقیم به جهنم میبرد. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، و تحقیق که منافقان در پایان ترین منزل جهنم هستند، در پایان ترین طبقه جهنم، 7 طبقه دارد، پایان ترینش یعنی گرم ترین است و شدیدترین عذابی که دارد در پایان ترینش است، اینا منافق در همو است. ولن تجد لهم نصیرا، نمیابی برای ایشان هیچ نصرت دهنده ای. از این معلوم میشود که خطر منافق، نفاق از کفر بالاتر است و خطر منافق هم از کافر بالاتر است، خطرناکتر است. الا الذين تابوا، مگر کسانی که توبه نمودند. توبه مراد از در اینجا ایمان آوردن صادق است، نه ایمان به زبان که منافق به زبان میارد. توبه یعنی ایمان به قلب و ایمان به زبان، به ایمان کامل، ایمان درست. و اصلح، و اصلاح نمودن این عمل صالح انجام دادن. و اعتصموا بالله، و چنگ زدن به ریسمان الله. و اخلصوا دینهم لله، و خاص کردن دین خود را برای الله. فاولئک مع المؤمنین، انها با مؤمنین میباشن. و سوف یؤتی الله المؤمنین اجرا عظیما، و زود است که بدهد الله برای مؤمنین اجر بزرگی را. اگر مؤمن میشود، ولیک مع المؤمنین، یعنی مؤمن می شود، توبه کند، ایمان درست بیاورد، و اخلص دینهم لله، ریاکاری را بیارا بدن، ریاکاری های خود را بیارا بدن، این را که یلا داد مؤمن می شود دیگه، خدای متعال از جزی می داد برایش. ما یفعل الله بی عذابکم، چه می کند الله متعال به عذاب شما، یعنی چه بهره ای می برد الله متعال به عذاب شما که شما را عذاب کند؟ الله خودم بهره ای نمی برد از عذاب دادن شما، و الله نیازی هم ندارد به عذاب دادن، نمیخواد شما را عذاب بدهد، به شرطی که ان شکرتم و آمنتم، اگر شما شکر کنید و ایمان بیاورید، اگر شکر کنید و ایمان بیاورید، خدا متعال هیچ شما را عذاب نمیکند. چرا شکر پیش آمد در حالی که ایمان پیش است؟ نه،
اصل هست که ایمان مقدم است، بعدن شکر است. خلاک در اینجا شکر مقدم شده است به علت از اینکه ظاهرا بنده ها چنین هستند، اول همون نعمت ها را میبینن، نعمت ها را بعد از اینکه نعمت را دیدن متوجه شدن که اینا نعمت است، باز شکر این نعمت ها را میکنن. این شکر نعمت ها بالاخره اونها را منجر به ایمان میسازد. یعنی اینجا شکر مقدم شده به خاطر اینکه سبب ایمان است. هر کسی که شکر گزار باشد به الله خود سبب ایمانش می شود، ایمانش قوی هم می شود. کسی که شاکر نیست باز ایمانش هم قوی نمی شود و حتی ایمانم نمی آورد، چون شکر سببی در ایمان بود، شکر اینجا مقدم گردید. والله اعلم. و کان الله شاکرا علیما، و می باشد الله متعال شاکر. شاکر یکی از صفات الله متعال است، اسم الله است، صفات الله است. یعنی معناش در می شود که قبول کننده شکر، پذیرنده شکر گزاری ها، کسانی که شکر گزاری کنن الله پذیرا از این شکر گزاری ها را و الله عوضش را میدهد. علیم آقا. لا يحب الله الجهر بالسوء، دوست ندارد الله متعال الجهر اعلان نمودن را، اظهار کردن را، بالسوء بعد من القول، از قول یعنی سخن بعد، بسوئی من القولی به سخن نادرست، به سخن بد. الله دوست ندارد که سخنهای بد اظهار شود، انتشار شود، مردم خبر شوند. الله یادی خوشش نمی آید. الا من ظلم، مگر آن کسی که ظلم گردیده باشد برش. حالا که ظلم شده است، فقط می خواهد امی گپ را برساند به کسی که او می تواند دور نصرت بدهد، به کسی که واقعا او یک کار انجام داده میتواند که دست ظالم را بگیرد. پس افشا کردن سخن نادرست برای در نزد کسی که خودش، برای کسی که مظلوم واقع شده است، در نزد کسی که از این حمایت کرده میتواند درست است، اشکالی ندارد. در غیر از او به هر جا افشا کردن و چیزهای نادرست، گپای نادرست، دشنام ها، جنگ ها، این چیزها خوب نمی باشد. و کان الله سمیعا علیما، و می باشد الله متعال شنوا و دانا. این تو بدو خیرا، اگر شما بپوشید، اگر ظاهر کنید خیرا، کدام خیری را، چه سخن باشد، چه عمل باشد، چه انفاق باشد، او تخفوه، یا بپوشانید یعنی پوشیده و کار را انجام بدهید، همین خیر را، او تعفو عن سوء، یا عفو کنید از کدام سخن بدی، از کدام بدیه که کسی بر شما کرده است، که ظاهرا چون سخن در مورد سخن است، یعنی سخن بدی که کسی به شما گفته است. فان الله کان عفوا قدیرا، الله متعال بخشنده و قدیر است. یعنی چی؟ یعنی میگوید که الله دوست ندارد بین تو مثلا و بین برادرت کدام جنجال شده است، سخن بعد او به زبان آورده است در مورد تو در مورد از او، حالا دیگه امینا را افشا و اظهار نکنید، بر جا نگین دیگه، امیگه پاره نشر پخش نکنید که ایگه پاره گفت، ایتور گفت، ایتور بردش نام داد. بین زن و شوهر هم ایتور جنگ، کدام جنگ جنجال ایجاد شد، دشنامی دیگه بینشان شد. خب اینا رو اظهار نکنن، به هر جا نرسانن. این آیت دوم میگه اگر بپوشید، شما گویا همون صفت الله که عفو است امور در خود پیاده میکنید، صفت خیلی بزرگ الله هم عفو است. شما اگر بپوشید و عفو کنید، این صفت در شما پیاده میشود. کلان مقام است که تو صفات تو اون چون صفاتی باشد که صفات الله می باشد. ان الذين يكفرون بالله ورسوله، آنانی که کفر میکنند به الله و رسولانش پیغمبرانش، و یریدون ان یفرقوا بین الله و رسوله، و اراده دارن اینکه جدایی بیندازن بین الله و بین پیغمبرانش. جدایی بین الله و بین پیغمبران به این معناست که به الله ایمان بیاوری و پیغمبرش ایمان نیاوری، همین تفرقه است دیگه، تو تفرقه انداختی. و جدایی بین خود پیغمبران این است که به یک پیغمبر ایمان بیاری و یک دیگه نبیاری. و اسلام هم است که الحمدلله به تمام پیغمبران 1,24,000 کم و بیشی که رسول خدا به ما اشاره فرموده است و فرموده است ایمان داره، کلشان رو دوست داره، کلشان رو رسولان خدا میگوییم، معصومین میگوییم. او بدبختی که محمد رو قبول نداره، او بدبخت دیگه که عیسی را قبول ندارد، او بدبخت دیگه که سلیمان را قبول ندارد. ای خود تفرقه بین پیغمبران است. این چنین افراد الله متعال میگوید و یقولون نؤمن ببعض، و میگویند که ما ایمان میآوریم به بعضی،
ونكفر ببعض وكفر ميورز ببعض ديگر ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا وإرادة دارن إنك اختيار كنن بين همين چيز يعني بين إيمان آوردن بياك وكفر كردن بياك سبيلا راه را أولئك هم الكافرون حقا الله يطلع إلى الكافر استان این کافر است، این مؤمن نیست، این را به حق نگو، حق نیست، مؤمن نیست، کافرون حقا، الله میگه کافر واقعا حقیقی کافر نمیست. و اعتدنا للکافرین عذابا مهینا و آماده کردیم ما برای کافران عذاب اهانت کننده خار و ذلیل کننده. والذین آمنوا بالله و رسوله و کسانی که ایمان آوردن به الله و پیغمبرانش ولم یفرقوا بین احد منهم و تفرقه و جدائی نینداختن بین هیچ یکی از ایشان یعنی در ایمان اولئک سوف یؤتیهم اجورهم این گروه زود است که داده شوند اجرهای خود و کان الله غفورا رحیما و می باشد الله متعال بخشنده مهربان. یسألوک اهل الکتاب سؤال میکنن از تو اهل کتاب ان تنزل علیهم یعنی میخوان از تو اهل کتاب این که نازل بگردانی بر ایشان کتابا من السماء کتابی از آسمان کتابی مثلا نوشته شده ای از آسمان بیایند. فقط سأل موسی ای در مورد کسانی است که آمدند گفتند که ما به توی محمد ایمان می آوریم به شرط که ما به چشمای خود ببینیم که یک کتابی از آسمان نازل شد این ای وحی تو هست، این کتاب تو هست، مثل که به بعضی از پیغمبران ما نازل شده بود، مثل که به حضرت موسی کتاب آمد به او کتاب را آورد با خود از کوی طور آورد این یک تخته های نوشته شده الواح تورات نوشته شده که مثل از او بدیه. یا بعضی ها اینطور گفته بودند که به شرط که یک نامه ای از طرف الله بیاید به فلانی 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 نوشته شده فلانی تو هم به بنده می ایمان بیار، فلانی جان تو هم ایمان بیار به بنده می والعیاذ بالله، یعنی خدا به ما یک نامه نامه های ما به فلانی فلانی همین کل ما اگر نمی خیر است همین کلام های ما نامه های الله آسمان بیه که به ایمان بیاد باز ما به تو ایمان میاره. قرآن مجید گفت که فقط سأل موسی اکبر من ذلک و تحقیق که پرسان کردن از موسی بیشتر از این کلانتر از این را پرسان کردن چی گفتن فقالوا اری فقالوا ارنا الله جهره گفتن نشان بده به ما الله را ظاهر الله را گفتن بو گفتن بخی خدا را ما تنبین ایمان نمیاره خدا را ببینیم باید فاخذتهم الصاعقه بظلمهم پس گرفت اینها را الصاعقه آواز شدید آتش بظلمهم به سبب ظلمشان ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات اینا گرو گرو بودن گروه دیگه گرفتن بعد از آن گرفتن پرستش یا گوساله را من بعد ما جاءتهم البينات بعد از این که آمد به ایشان نشانه های ظاهر فعفونا عن ذلك پس عفو کردیم از این هم از این هم عفو کردیم از او ارنا الله جهرتنشان هم عفو کردیم و آتینا موسی سلطانا مبینا و دادیم ما به موسی حجت و دلیل آشکارای یعنی کتاب بهش دادیم و رفعنا فوقهم الطور بمیثاقهم و بلند کردیم در بالایشان کوی طور را بمیثاقهم به موجب پیمانشان پیمان بسته بودن به پیمان خود عمل نمی کردن کورا برایشان بالا کردین و قلنا لهم ادخلوا الباب سجدن و گفتین به ایشان که داخل شوید در دروازه سجدن در حال سجده کنان نکردن و قلنا لهم لا تعدوا في السبت و گفتیم به ایشان که تجاوز نکنید در روز شنبه شکار نکنید حرام است و اخذنا منهم ميثاقا غليظا و گرفتیم از ایشان عهد مستحکمی را اما اینها یکی را انجام ندادن یعنی قرآن مجید اینجا خلاصه کردنی یعنی ایتر ای کوی تور نشانه ها دیگه عجل امی آدم ما همین کارا رو بیان که اینا ایمان نیاوردن اینا به دین مستحکم نشدن بلکه چی شد فبما نقضهم میثاقهم انها رو ببینید نتیجهش ای شد فبما نقضهم میثاقهم و کفرهم بی آیات الله به سبب شکستاندنشان عهد و پیمانهای خود را و کفر کردنشان به آیتهای الله و قتلهم الانبیاء بغیر حق و کشتنشان پیغمبران را بدون حق و قولهم و گفتارشان قلوبنا غلف قلبهای ما ترب در پرده است یا قلبهای ما در غلف است بسته است بلتا اینها خب الله متعال میگه به سببی
ای کارها شکستنشان عد کشتنشان پیغمبران اینا را ای کارها را انجام دادن پس فعلنا ما فعلنا بهیم تقدیر عبارت چنین می شود پس انجام دادیم به اینها آنچه که انجام دادیم یک گروهشان را مسخ کردیم یک گروهشان را آتش فرستادیم کشتیم گروهی از اینا را به صاعقه و آواز شدید کشتیم هلاکشان کردیم غضبشان کردیم خشمشان کردیم ملعونشان کردیم مغضوبشان کردیم اینا ای کارها را انجام دادن حالا از تو آمدن میپرسن که از تو که با ما نامه بیار به فلانی فلانی نامه بیار بل طبع الله علیها بکفرهم بلکه مهر نهاد الله مطار به قلبها به سبب کفرشان فلا یؤمنون الا قلیلا ایمان نمیآورند مگر اندکی و بکفرهم و به سبب کفرشان و قولهم و گفتارشان علی مریم بر مریم بهتان عظیم و بهتان بزرگ مریم را این امینا بودند که دیدن هم معجزات بزرگ را و سخن زدن عیسی مسیح را در مهد و در گهواره با وجود زیم گفتن بهتان عظیم و تو زناکار هستی تو زنا کردی به مریم مریم بطول واری انسان پاکی که زندگیش همه به عبادت و به خانه خدا و به عبادتگاه گذشت امور هم متهم کردن که تو خود زنا کردی از کجا پیدا کردی تو شوهر نداشتی و قولهم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم و گفتنشان که ما کشتیم مسیح را عیسی فرزند مریم مسیحی کی بود؟ عیسی فرزند مریم رسول الله رسول خدا رسول الله یا خو اینا خو اگر معتقد به رسول الله بودن چرا کشتنشه؟ یعنی اینجا یک سوال است که اگر ای معتقد به رسول خدا بودنش بودن چرا کشتن؟ در جواب علما میگن که یا ای به طور استهزا است یعنی گفتن ابو کسی امو رسول الله را امو که شما پیغمبر میگفتنشه و خو کشته میشه یعنی مسخره میکردن به گفتن رسول الله رسول الله را ما کشتیم یعنی نبود رسول خدا خو نبود شما که چی میکردین این ما رسول الله را کشتیم یک منو توجیه دیگه یشی است که اینا به حسب اعتقاد مؤمنین میگوین گویا یعنی همو کسی که شما ای عقیده دارین رسول الله بود ما او را کشتیم ما خو را کشتیم یعنی اگر رسول الله بود پس چرا کاری نشد چرا ما از بین نرفتیم حالا که نشدیم پس معلوم است که یعنی به اعتبار اعتقاد شما و رسول اللهی یک توجیه سومی است که اصلا این گپ الله هست گپ اونها نیست این نیست که و قولهم انا قتلنا المسیح عیسی ابن رسول الله هست قول اونها نیست رسول الله گفتار گفته الله هست یعنی اونها گفت و گفتنشان انا قتلنا ما کشتیم المسیح مسیح را که کی بود عیسی مریم که الله میگه رسول الله او که پیغمبر الله بود پیغمبر من بود و ما قتلوه نکشتن آن را و ما صلبوه و بدار نکشیدن آن را و صلیب نکشیدن آن را این رد هم بر یهودی ها هست هم بر نصرانی ها چرا؟ یهودی ها که میگن ما را کشتین افتخار میکنن الله گفت نکشتین دروغ میگوین باز نصرانی ها میگن کشته شد و دار آویخته شد پس بنابراین اون صلیبی که او داره که او آویخته شد اون صلیب باید عبادت شود قرآن میگه و ما صلبوه خب این رو به صلیب نکشیدن تو دروغ میگویی تو هم دروغ میگویی به دارم نیست به صلیب هم کشیده نشده است که اینجا به صلیب عبادت کنیم به چی صلیب عبادت کنم عیسی مسیح به صلیب کشیده نشده است ولیکن شبه لهم برکه تشبیه گردانیده شد پوشیده شد بر آنها مشهور است دیگه ابو کسی که دو قول است این تر قول هم آمده است که حضرت عیسی مسیح به دستور الله برای یکی از حواریین خود گفت چه کسی از بین شما حاضر است که شکل من برایش گذاشته شود و به جای من که اینها آمدن که مرا بکشن او شهید گردد جنت برایش وعده میده یکی از امو حواریینش گفت اینمه ما حاضر هستم که به مثل تو شمم و من شهید شمم به جنت با تو باشم چنین شد یعنی شکلش چنین شد حضرت عیسی بالا رفت و او را کشتن و او مشهورتر قول مشهور دیگه شهید که نه او دشمن کلانش که آمده بود به داخل که او را بگیره بیرونش کنه نه امور الله مطال شک به شکل عیسی داد امور را کشتن خب ولیکن چوب به هله هم کل حال تشبیه شد بر اینا پوشیده شد کسی دیگر کشتن و این الذین اختلفوا فیه آنان که اختلاف کردن در مورد آن لفی شک من هر آینه در شک هستن درش اختلاف در مورد چی مانا؟ میگم روایت میاد که مفسرین میگفتن دیگر چرا همینطور معنای آیت هم همینطور میاد توضیحش که وقتی که کسی را که گرفتن
که به صورت حضرت عیسی بود، یک گروه تن ببینین اگر عیسی ای هست پس رفیق ما کجا شد؟ اون رفیق ما فلانی که آمد داخل او کجا شد؟ یه خود میگفت من نیستم عیسی. نه خود جیغ میکشید من عیسی نیستم، آخه من فلانی نیستم، من چرا میگیرین؟ و خود نمیدید خودش که شکلش مانند شکل حضرت عیسی شده است. خب اینا بالاخره کی رو گرفتن؟ حالا میگن اگر این عیسی است پس رفیق ما کجا شد؟ اگر این رفیق ما است پس عیسی کجا شد؟ او کجا رفت؟ یعنی بین خود اینا اختلاف کردن. بعضی ها گفتن هو هو یعنی مسته همی ایساس بکشنشه، بعضی ها گفتن نه نه اینو نیست، یعنی میبینی پدر خود نام میبره، مادر خود نام میبره، برادر خود نام میبره، مثال نه این نیست. خلاصه اختلاف کردن بالاخره کشتنشه، بالاخره کشتنشه. لفی شک منه ما لهم بهی من علم، نبود برایشان در موردش هیچ علمی، یا نمی باشد برایشان در مورد عیسی اج علمی، الا اتباع الظن، مگر مطابقت گمان ها. اینا گمان ها رای خود را، او میگه کشته میشه افتخار میکنه، ای میگه کشته شد پیغمبر ما پس بنابراین خدا بود و پس زنده شد، کلش گمان و گمان. و ما قتلوه یقینا، و نکشتن آن را یقینا، به یقین نکشتن، بل رفعه الله الیه، بلکه بلند کرد آن را الله به سوی خود، بلندش کرد الله به سوی خود، بلند کردن یعنی به آسمان خود برد او را. حضرت جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم در شب معراج حضرت عیسی مسیح را به آسمان دوم دید، فی الحال به آسمان دوم می باشد، با او ملاقات کرد، با او صحبت کرد، الیه یعنی به سوی خود، یعنی به سوی آسمان مطلوب است. و کان الله عزیزا حکیما، و می باشد الله غالب و با حکمت، و این من اهل الكتاب، نیست از اهل کتاب هیچ یکی، الا لیؤمنن به قبل موته، مگر اینکه ایمان می آورد به آن قبل از مردنش، موتهی قبل از مردن عیسی مسیح. یک معنا و تفسیر آیاتی است که زمانی که عیسی مسیح از آسمان به دنیا بیاید، و چنین هم هست و حق و یقین است که می آید، بعد از او یهودی هم می آید به او ایمان می آورد، نصرانی هم به او ایمان می آورد، می بیننشه عیسی مسیح می بینند و مکرامات و نرم مشاهده می کنند، جنگش با دجال مشاهده می کنند، کشتنش دجال را مشاهده می کنند، میان به او ایمان می آورند، دیگه یهودی و نصرانی نمی مانه. مراد از یعنی میگن بعضی همون زمان است، اون زمان یهودی و نصرانی نمیمانه، همه به ایمان میآورن. این کی است؟ پیروی جناب رسول الله صلی الله علیه، یعنی همه مسلمان میشوند. یک توجیه دیگه هم شده است که قبل موتهی هی میشه که راجع به طرف خود اهل کتاب باشد. گفته شده که هر اهل کتابی هنگامی که غرغره مرگ به او میرسه، به همین نتیجه میرسه که عیسی مسیح و پیغمبر خدا نبود، امی که خدا نمیه باشه، چرا من یه خدا حساب کردم، چرا یه خدا گفت؟ خلاص دیگه حالا وقت قبول کردنم نیست، یعنی وقت غرغره مرد، غرغره که به حلقوم که رسید، وقت قبول شدنم نیست. قبل از مردنش یک دفعه به امی متوجه میشه که خدا نبود، او یک دیگه متوجه میشه من خود چرا من به ایمان نداشتم، یه خود پیغمبر بود، چرا ایر ما یهودی ها بد میگفتیم. و یوم القیامت یکون علیهم شهیدا، و در روز قیامت میباشد بر ایشان شاهد. فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیهم طیبات احلت لهم، به سبب ظلمی که آنانی که یهودی بودند انجام دادند، به سبب ظلم من الذین هادو، از کسانی که یهودی شدند، حرمنا علیهم، حرام گردانیدیم برایشان، پاک های آنچه که حلال گردانیده شده بود برایشان. و به صدهم عن سبیل الله کثیرا، و به سبب بر صد و یعنی جلوگیریشان از راه الله کثیرا، زیاد از مردمان را، و اخذهم الربا، و گرفتنشان سود را، و قد نهوا عنه، در حالی که نهی شده بودن از سود، و اکلهم اموال الناس بالباطل، و خوردنشان مالهای مردمان را به گونه باطل. تمام چلهایی که امروزه در دنیا هست اکثریتش از یهودی هست. حتی او روز دیگه یکی از برادران آمد گفت همی که مشون یک قسم از که آدم میری چند یک هزار دلار پیسه میگذاری، باز میگه ده همی تو برو دو نفر دیگه پیدا کن، یک نفر دست راستت میشه، یک دست چپت. این نفر که هزار دلار داد، او هم هزار دلار داد، از این تو یک سهم داری. باز این آدم کرفت دو نفر دیگه پیدا کرد، یک دست راستش، یک دست چپش، باز از او هم تو یک 3% داری. این نفر دست چپت هم کرفت دو نفر دیگه پیدا کرد، از او هم سهم داری. نفر
امورای دیگه هم سهم دارن، این ادامه پیدا میکند، تو یک فیودال کلان میشوی، یک پیسه برای جمع میشود، کلش چلای یهودیت، یهودی هاست. والله پیسه های مسلمان ها بدبخت ها مثل ما و شما آدم های صادره ها اینطور میخورن که نمیفهمین. هزار دلار تو میدی نفرم پیدا کرده نمیتونی، برایش گفتن سبا که باز بری ریگه هزار دلار رو بده، نه من از این معامله صرف نظر کردم به تو میدن. گفت نه 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 پیسه زایی هست دیگه، خلاص هست. از اول برایت میگه که پیسه رو که گذاشتی با سبا نبیه که پیسه رو میگیرم، این پیسه خلاص هست. این برادر چل هست، این فریب هست، این قمار هست. این چنینی برنامه هم از طرف یهودیت میاید در بین مسلمان ها و پیسه های مسلمان ها کش میشود. و اکلهم اموال الناس بالباطل، و خوردنشان مال های مردمان را بالباطل بباطل. و اعتدنا للکافرین منهم عذابا علیما، و آماده کردیم برای کافران از ایشان عذاب دردناکی را. لکن الراسخون فی العلم منهم، اما راسخین علم در ایشان، یعنی اونهایی که علم راسخ داده شدن من هم از ایشان. و المؤمنون و مؤمنان، یؤمنون بی ما انزل الیک، ایمان می آورن با آنچه که نازل شده است بر تو. و ما انزل من قبل که، و آنچه که نازل شده است پیش تو. و المقیمین الصلاة، و ادا کننده هستن نماز را. و المؤتون الزکات، و دهنده هستن زکات را. و المؤمنون بالله والیوم الاخر، و ایمان آورندگان هستن به الله و روز آخرت. اشاره به امون مؤمنینی که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم یا تا کنون واقعا مسلمان مؤمن می شوند. اینها را الله مطال می گه اینها قدرشان پیش ما هست. اولای که سنعطیهم اجرا عظیما، این گروه زود است که به آنها بدهیم اجر بسیار بزرگی را. ای هم در مورد آیاتی بود که در شأن یهود و نصارا بیان گردید. از آیه بعدی انشاءالله فردا شروع میکنیم، اما دعا مینماییم، دعا میکنیم. پروردگار بینیاز، یا رب السماوات والارضین، یا من بیده الملک والملکوت و هو على كل شيء قدیر، یا رحمان و یا رحیم و یا الله و یا الله و یا الله و یا الله. پروردگارا یا الله ما را ببخشای، پدر و مادر ما را ببخشای. اله العالمینا، اله العالمینا، در این ثواب، در این اجر بزرگ، در این تفسیر قرآن، در این ترجمه قرآن، در این زحمت ناچیزی که من بنده حقیر تو میکشم، خدایا پدر و مادرم را شریک بگردان. پدرم که رفته از خدایا مزد این را، پروردگار او را از این مزد قرآن محروم مگردان، جنت الفردوس را برایش نصیب بگردان. مادرم که زنده است و در شب گذشته می گفت هر سحرگاه به شما دعا می کنم، هر سحرگاه برای تفسیر شما، برای موفقیت شما، برای امنیت شما، برای خیر شما در سحرگاهان دعا می کنم. خدای متعال او را در این ثواب بزرگ، در این ثواب قرآن یا الله شریک بگردان. جنت ها را در دنیا سعادت و کامیابی و توفیق عمل صالح نصیبش بگردان، و صحت کامل نصیبش بگردان، و در آخرت رضا خود را، لقای خود را و دیدار رسول الله را برایش نصیب بگردان. پروردگارا برای پدر و مادران همه این کسانی که در این درس قرآنی می آیند، آنانی که پدر و مادرانشان از دنیا رفتند و آنانی که پدر و مادرهایشان زنده اند، خدایا از خیر و برکات این قرآن آنها را محروم مگردان. برای همه یا الله به پدران و مادرانشان ثواب قرآنی را نصیب بگردان. پروردگار بینیاز، به این برادران و خواهرانی که طلب دعای خیر کردن، به آنانی که برای مادر خود، به آنانی که برای شوهران خود، به آنانی که برای بچه های خود دعاهای خیر خواستن، اونهایی که طلب رزق و روزی حلال نمودند، طلب کار و وظیفه نمودند، آنانی که قرضدار هستند و خواستند که از الله متعال قرض آنها را از خزانه های غیب خود از سر آنها بردارد، آنانی که برای علما طلب دعای خیر کردند، برای علمایی که در زندان ها افتاده هستند، برای هر مسلمانی، برای هر زندانی که به ناحق به زندان رفته باشد، یا الله متعال این دعا را از ما بپذیر و مشکلات حلال
همه را آسان بگردان و آنچه که از تو خواستن با آنها نصیب بگردان. خدایا سعادت دنیا و آخرت را نصیبشان بگردان. برادری که دعا خواست که برای او جای مناسب مسلمان مؤمن متدین در ازدواج پیدا شود، اله العالمین نصیب او بگردان و نصیب همه جوانان بگردان، اعم از ذکور و اناس. یا الله جاهایی که خیر ببینن، رحمت ببینن، آرامش ببینن، در سایه اسلام و قرآن زندگی بنماین، برایشان نصیب بگردان. پروردگار بی‌نیاز، یا الله کریم، مشکلات وطن ما را دور بگردان، این بدبختی ها و جنگ ها را از ما دور بگردان، و مؤمنان افغانستان و برکت این قرآن، یا الله کریم رحم کن بری وطن، رحم کن بری سرزمین، رحم کن. خدایا خیلی در سختی ها به سر میبریم، عده‌ای از جوانان ما دین را رها میکنن از بس که فشار آورده است دشمن بر ما. فقر است، بیچارگی است، بیکاری است، دربدری است، دزدی است، جنگ است. خدایا به طرف بیدینی میروند. یا الله بر این وطن رحم کن، بر اهل این وطن رحم کن. به اخلاص همی کسانی که به قرآن تو میآیند، در نزد کلام تو مینشینند و کلام تو را میخواهند بیاموزند و عمل کنند. به اخلاص همون خواهری که نوشته کرده بود دعا کنید من به عالم به عامل به قرآن شوم، عمل بین قرآن بکنم. پروردگار تو که میبینی یگان بندگانت اخلاص کامل دارند، اله العالمین، و به اخلاص اینها بر همه ما رحم کن. بر این وطن رحم بفرما، بر مسلمانان فلسطین، بر مسلمانان سوریه، بر مسلمانان مصر، بر مسلمانان یمن، بر مسلمانان الجزائر، بر مسلمانان عراق، بر مسلمانان گوشه و کنار دنیا، و او برادر و خواهر برمایی من که آنها را میکشن، آنها را کشتن، از خانه هایشان بیرون کردن، خانه هایشان را آتش زدن، زنان را لچ کردن، بیترامی کردن. یا الله مهربان به ما حامی و ناصر بفرست، به ما کسانی را پیدا کن که از مسلمانان دفاع کنن. این حکام ما را هدایت کن. اگر این حکام کشورهای اسلامی قابل هدایت نیستن، اله العالمین اینها را از ما بگیر و برای ما حکام نیک، مسلمان، مدافع از حق و اسلام خدایا نصیب بگردان. و ما ذالک علی الله بعزيز. وصلى اللهم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.